فائزه هاشمی رفسنجانی، دختر اکبر رفسنجانی، ابر راندخار حکومتی، اخیراً نامه‌ای رو از داخل زندان منتشر کرد که منجر به آزادی شد. انتشار این نامه واکنش‌های زیادی هم به همراه داشت، از زندانیان سیاسی سابق تا کنونی از جمله آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی. فعالین سیاسی در خارج کشور و اصلاح طلبان حکومتی هم نسبت به اون واکنش نشون دادن. برخی اون رو محکوم کرده و برخی هم تمام قد از اون دفاع کردند. اما هدف از انتشار این نامه چی بود و چرا این نامه در ایران وایر به چاپ رسید؟ فائزه رفسنجانی چرا علیه زندانیان سیاسی مقاوم به دروغگویی پرداخته است؟ تماس هم با مهمان این هفته رادیو ایراوا، خانم سهیلا دشتی، خبرنگار آزاد و زمره مخالفان نامه فائزه رفسنجانی پنجشنبه شب به وقت اروپا وصل شد و گفتگویی رو ضبط کردم که همینک خواهید شنید. سلام میکنم خدمتتون خانم دشتی عزیز و ممنونم که دوباره به رادیو ایراوا تشریف آوردید. خیلی خیلی خوش آمدید. سلام خدمت شما خانم غفاری، خیلی ممنون، در خدمتتون هستم. خوشحالم که یه بار دیگه بتونم با شنوندگان به هر حال در ارتباط باشم. حتما بفرمایید. حتما، خیلی ممنون خانم دشتی. بحث امروز ما در رابطه با فردی است به نام فائزه هاشمی رفسنجانی که اخیرا از درون زندان نامه ای نوشته و واکنش های بسیاری هم نسبت به اون نامه بوده که به اونها خواهیم پرداخت. اما خود نامه به طور کلی فضای، فکر میکنم البته، فضای مقاومت در بین زندانیان رو هم ترسیم میکنه و همونطور که در بیرون از زندان سرنگونی مطرح هست، در داخل زندان هم همین خط سرخ رو از لابلای نوشته های این فرد میشه بیرون کشید. ولی به نظر شما آیا آخرین گزارش جاوید رحمان میتونه ارتباطی با نوشتن این نامه داشته باشه؟ یعنی میخوام بدونم اینکه رژیم شاید بخواد این نامه رو مثلا در مقابل گزارش جاوید رحمان علم بکنه به عنوان یکی از پروژه های جدیدش. آیا استنباط درست است یا نه؟ اجازه بدین قبل از این که به این سوال شما جواب بدم، یک بازنگری داشته باشیم نسبت به وضعیت سیاسی رژیم و وضعیت سیاسی به اصطلاح نیروهای اصلاح طلب، یا بهتر بگم استمرار طلب. و به نظر من اگر نقطه آغاز رو انتخابات یا انتصابات پزشکیان بگیریم، بیشتر برمون جا میفته که اصلا اصل این نامه ممکنه در ارتباط با، ممکن که نه، بخشش در ارتباط با گزارش جاوید رحمان باشه. اما من موقع که داشتم فکر میکردم اینه که در اصل بحث نامه یا بحث کل اصلاح طلبا در مجموع، یا حالا فائزه رفسنجانی به عنوان پیش قراول این صحنه آمده و به اصطلاح چی بهش میگن، هلمن مبارز میطلبه، این یک، به نظر من یک پروژه است. یعنی و این پروژه رو ما میبینیم که بیشتر برای سیاه نمایی اپوزیسیون و از بین بردن خط مقاومت هست. میبینین موقعی که توی خارج از کشور تظاهرات عظیم یا اعتراضاتی در مقابل این حوزه های رأیگیری رژیم شروع شد توی انتخابات پزشکیان، حالا میگم پزشکیان، انتخابات بگم ریاست جمهوری، یک فضایی رو القا کردن با استفاده از کسانی که خودشون رو سلطنت طلب میدونستن، و من اینو به جرئت میتونم بگم که دستگاه سلطنت و سلطنت طلبی یا پادشاهی یا کسانی که فرق نمیکنه، چون یه عده میگن ما مشروطه خواهیم، یه عده میگن ما سلطنت طلبیم، یا هر چی که بهش بگی شاه پرستان، این دستگاه از نظر ساختار تشکیلاتی زیر نظر رژیم اداره میشه. چون با توجه به
چیزایی که آدم میبینه از وضعیت شاهپرستان در طول این 40 سال نشون دادن عرضه گردوندن تشکیلاتی رو ندارن. اینو اول بگم، پرانتز رو ببندیم. ما دیدیم که توی این روزها صحنه هایی چه در لندن، چه در سوئد یا در آمریکا، من یادم نیست، چرا توی آمریکا هم بود، توی آلمان هم بود، که یک گروهی از این به اصطلاح سلطنت طلبها با کلمات بسیار رکیک و زشت کسانی رو که میرفتن رأی میدادن مورد حالا تهاجم قرار میدادن، و بحث اصلا سیاسی نبود، با الفاظ بسیار رکیک اینا رو مورد تهاجم قرار میدادن، و از اون طرف میدیدیم کسانی که میرن رأی میدن با چه مظلومیتی رأی دادن رو حق دموکراتیک خودشون میدونستن، و به جای اینکه این اعتراض به یک اعتراض سیاسی تبدیل بشه، کسانی رو که میخواستن رأی بدن مثل بهنود ها و مجید تفرشی ها و کسانی که تور لندن رفتن رأی دادن، یا کسانی که خوب شناخته شده بودن، سرشون رو انداختن زیر کنار، رد شدن و با چه احساساتی رو برانگیختن که اینا مثلا بگن که ببینین این اپوزیسیونی که شما دارین میگین همینه، پس رژیم بهتره. یعنی اون چیزی که به رژه انتخابات میخواست القا کنه که چیزی به اسم اپوزیسیون وجود نداره، حالا اپوزیسیون منظورم حالا خود حالا هر جنایش رو که بگید، این آشکارتر شد موقعی که ما دیدیم توی دور دوم انتخابات کسانی مثل کسانی که میگفتن رأی نمیدیم، بیشتر از همه کسی مثل احمد زیدآبادی، یه کسی مثل کیوان صمیمی، اینا اومدن رأی دادن، یعنی مشروعیت دادن به نظام سرکوب. کسانی که زندان افتاده بودند، کسانی که اسمی داشتن بین مردم یا مثلا یک شخصیتی داشتن بین مردم، حالا یک اعتباری به مناسبت مبارزه مردم کسب کرده بودن، تمام این مبارزه رو گذاشتن توی جیبشون و ذلیلانه رفتن جلو صندوقهای رأی و رأی دادن. در همین موقع ما دیدیم که برای ترویج ابتذال، برای نشون دادن عادی سازی میگم، یک بازی کسی مثل زیبا کلام از زندان برای مرخصی توی علامت به اصطلاح نقل قول آزاد میشه از زندان، و اتفاقی با حمید نوری عکس میگیره. حمید نوری بچه جلادی که از توی یک معامله بسیار کثیف به رژیم ایران تحویل داده شده از طرف دولت سوئد، اتفاقی اینا جلوی حوزه اخذ رأی همدیگر رو میبینن و اتفاقی با هم عکس میگیرن. یعنی عادی سازی تمام نشونه هایی که رژیم سرکوبش رو بر اونا برپا میکنه. این قضیه یه کمی به اصطلاح کمرنگتر میشه، اما یک نکته رو باید اینجا اضافه کنم که رأیایی که شمردن در خارج از کشور، رأیایی که به جلیلی دادن، 2 برابر رأیی هست که به پزشکیان دادن. یعنی جمعیتی که نمیدونم حالا 4% 5%، یعنی کمتر از اینم شاید باشه، چون اون عددی رو که اعلام کردن یک رقمی بین 60-70 هزار ایرانی گفتن رأی دادن که فکر نمی کنم اینقدر باشه، حدود 40 هزار نفر رأی دادن به جلیلی، 16 هزار نفر رأی دادن به پزشکیان. پزشکیان. یعنی وزنه سرکوبگرا که جلیلی به اصطلاح نمایندش بود و همه میخواستن از دست جلیلی فرار کنن، از این ایرانیایی که خارج از کشورن که همشون در کشور دموکراتیک زندگی میکنن، وزنه جلیلی خیلی سنگین تر بوده. خب به هر حال توی زندان رژیم هم طبق معمول دوری قبلا بود صندوق رأی رو میبره، و چه در زندان به اصطلاح مشخصا هم بیشتر در زندان تحت فشار گذاشتن نیروهای سیاسی زندان ها، صندوق رأی رو میبره که مثلا زندانیا رو به زانو در بیاره، و همون فضایی که خارج از زندان هست، کسان شناخته شده ای که گفتم خدمتتون عرض کردم، اونا هم بیان رأی بدن. خب این بحث حتما توی زندان مردانم بوده، نه به این شدت، که به هر حال فائزه رفسنجانی به عنوان چهره مقدمی که میخواست رأی بده، چون نامه بر این اساس هست که میخواستم رأی بدم، یعنی از حق دموکراتیک، همون حق دموکراتیکی که اونا داشتن تو خارج از کشور، بله این همون کلمات رو استفاده میکنه فائزه رفسنجانی، از حق دموکراتیک خودش استفاده کنه و رأی بده.
اما نامه کی میاد بیرون؟ نامه درست شاید 1 هفته 10 روز بعد از گزارش جاوید رحمان میاد بیرون، بعد از اون جار و جنجال زشتی که بر علیه حضور جاوید رحمان تو خارج از کشور از طرف شاهپرستا و خب رژیم طبعا به هر حال ایجاد شده بود، که با اون سناریوی نخنمای همیشگی که آ اینا پول گرفتن پول دادن و نمیدونم، یکیش بود، یکی اینم که چرا جاوید رحمان مریم رجوی رو پرزیدنت خطاب کرده. توی این نامه چیز اصلا اسمی از جاوید رحمان نبود، یعنی هیچ اشاره ای هم نکرده بود، اما اون چیزی که بهش اشاره کرده بود همین چیزی هست که شما گفتین، چون نامه رو که میخونی و خب یک چیزایی مثلا توش هست که میگه برای من میخواستن تعیین تکلیف کنن، آزادیمو سلب کنن، انگ و تهمت بزنن، فضای ببینین لغتهایی که استفاده میکنه، فضای وحشت و خفقان ایجاد کنن. چرا اگر باشون همراه نشی این لکه ها رو میزنن؟ من از حق دموکراتیک خودم استفاده کردم که اگر که اینا دارن چیز میکنن، من با این دیکتاتورها نمیتونم سازش کنم. اگر با دیکتاتور بیرون سازش نکردم، با دیکتاتور درونم که یعنی منظورش درون زندانه سازش نخواهم کرد و باید که مقابل اینا وایسم. خب موقع که این حرف رو میزنه، نکته ای که داره، خب این نامه فاضل رفسنجانی قبل از اینکه من بگم بسیار سر و صدا کرد، یعنی این رو واقعیتی که تمامی استمرار طلبان تمام قد در حمایت از فائزه رفسنجانی آمدن و به اصطلاح تبری جستن از زندانیان مقاوم، از جمله نسرین ستوده، احمد زیدآبادی و حالا اونایی که تو خارج از کشورن خیلی شاید شناخته شده نباشن، توی اتاقای کلاب هاوسی که براش زدن. حالا به نکات بعدی به سوال شما جواب بدم، هدف اصلی این نامه که پیش قراردش دوباره تکرار میکنم فائزه رفسنجانیه، زیر سوال بردن مبارزه هست، خط کشیدن روی خط مقاومت و انقلابه. خب در مقابل یعنی میگم نسرین ستوده تمام قد به حمایت میکنه، من چند جمله از حرف نسرین ستوده میتونم بعدا براتون بخونم، اما در همون چیز واکنشی که نشون داده میشه به علنی البته به نامه فائزه رفسنجانی، اونم جالبه در خور تعمقه که چون 3 تا نامه مشخص و من میتونم اسم ببرم، یکی از گلرخ ایرایی، یکی از هستی امیری و یکی هم از آتنا دائمی، چون هستی امیری و آتنا دائمی هر دو بیرون از زندان هستن، تایید میکنه رفتاری که فاضل هاشمی توی زندان داشته و اینا رو خود گلرخ ایرایی زیرش خط قرمز میکشه که چون دختر بابا بوده، رانتخار بوده و نمیدونم ماهی 3 روز رفته مرخصی، همه اینا رو راجبش نوشته. به هر حال واقعیت قضیه اینه که یکی از بحثایی که من نسبت بهش واکنش نشون دادم، حمایت احمد زیدآبادی از فائزه رفسنجانی بود، که احمد زیدآبادی متولد سال 1344 هست، در کانال تلگرامی خودش می نویسه حرفای فائزه رفسنجانی من رو به یاد تعریفایی میندازه که از مسعود رجوی کردن، که توی زندان اجازه نمیداده شهید رجایی به سماور دست بزنه. ببینین یعنی چه نتیجه گیری که بحث مقاومت و بحث انقلاب هست رو دارم میگم. همین حرف و شبیه همین حرف رو هم چیز میزنه زیبا کلام. بعضی از افراد گروه هایی که زندان بودن در دوره پهلوی، اونا هم کما بیش هیچ چیزای، البته اسم نمیارن از مجاهدین، هیچ نشونه هم نمیگن که شخصی رو چیز کنن، ولی خب اختلاف عقیده رو میگن. در این ارتباط فرج سرکوهی خودش میگه در کتاب داس و یاسی که نوشته، نسبت به رفتارهایی که بیژن جزنی در زندان داشته اعتراض کرده. من کتاب داس و یاس رو نخوندم و نمیتونم بیشتر از این جمله که خود فرج سرکوهی گفته اظهار نظری بکنم. کتابم نمیدونم روی اینترنت باشه یا نه،
راستیاتش دنبالش هم نبودم، حالا شاید کمکاری بوده. اما این جواب سوال اول شما، چون بحثی که جاوید رحمان مطرح میکنه بحث ادامه جنایت سال 67 هست. یکی از دلایلی که جاوید رحمان مطرح میکنه اینه که اگر جامعه جهانی در دهه 60 و به خصوص سال 67 که قتل عام 3000، البته اون نمیگه 3000 نفر زندانی، هزاران نفر زندانی میگه، صورت گرفت، جامعه جهانی واکنش نشون داده بود به قتل عام های بعدی مثل 96، 98 و قیام ژینا مهسا امینی، منجر نمیشد و رژیم اینقدر دستش باز نبود که این همه آدم بکشه. خانومی که بعد از جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران شده، هنوز یک ماه نشده، اونم گزارش بسیار دردناکی داده از وضعیت حقوق بشر در ایران، و خب دیگه شاهد و ناظر هستیم که در عرض آمدن هم رئیسی، یعنی حالا شده رئیس جمهور ولی معلوم نیست کارشو از کی شروع میکنه، حداقل 180 نفر زندانی اعدام شدن. خب این آمار تکون دهنده است. عدم واکنش نشون دادن چه زیدآبادی، چه رفسنجانی و چه به اصطلاح چهره های شاخص اصلاح طلبها هستند، به اصطلاح خشونت گریزان، نسبت به این اعدام ها، به این خشونت سیستماتیک دولتی که از طرف رژیم داره به مردم تحمیل میشه، ندیدن اینا خودش یک فاجعه است. اما همونجور که خودتون گفتین، خط انقلاب و مقاومت بسیار پررنگتر از حرکت ضد مردمی این افراد هست. والا در خدمتتون هستم اگر که بله بله سوالی حتما. دارید در هر مورد. من اینجا چون گفتنی زیاده، مطالب زیاده، و من اینجا توقفی کنم و شما در خدمتتون هستم. خواهش میکنم، خدمت از من است. خب فائزه رفسنجانی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی هست، چهارمین رئیس جمهور رژیم و بزرگ راندخوار 3 دهه اول حکومت آخوندها. خب این فضای وحشتناک زندان رو به عقیده من داره میخواد یا قصد داره عادی سازی بکنه خانم دشتی، مثلا در مورد عدم دسترسی پزشکی یا ممنوع الملاقات شدن، غذا و حتی خود شکنجه، یک چیزایی مینویسه که من که مثلا در زندان نبودم هیچ وقت باورم نمیشه که حرفای این واقعیته و میفهمم که حرفاش دروغه. میخوام بدونم که هدفش واقعا از این حرفا چی هست و مثلا یک نفر که شکنجه شده فقط یک نقطه پوستش اگر آبی رنگ شده شکنجه هست یا نیست شکنجه؟ شکنجه اصلا چجور تعریف میشه؟ و این خانواده رفسنجانی موروثی دروغگو هستن؟ این دروغسازی اصلا برای چی هست خانم دشتی؟ خب در این که فائزه رفسنجانی حقیقت رو کتمان میکنه حرفی نیست، در این که فائزه رفسنجانی، من نمیتونم بگم که دروغ میگه، چون میدونه، خودش میدونه دروغ میگه. مثلا در یک جایی از نامش نوشته اگر کسی از به اصطلاح خط اونایی که مخالفش هستن توی زندان حمایت کنه، به خاک سیاه میشوننش. به یاد بیاوریم مثل وضعیت حکومت کمونیست ها در کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق و کشورهای در قاره آمریکا که فرو پاشیدند، دیکتاتوری فقر و همچنین کره شمالی و ونزوئلای امروزی. مردان زندانی تجربه مشابهی دارند. متاسفانه برخی مدافعین حقوق بشر، به نظر من اینجا طعنه ای میزنه به نرگس محمدی، حقوق بشر زندانی نیز به اینها پیوستند. انگاری تقسیم کار کردند. اینجا رو دقت کنید، سلطه بر دیگران ولی با نقشه متفاوت. وضعیتی که در اپوزیسیون در داخل و خارج کشور و فضای مجازی هم مشاهده می شود. شما که 2 سال زندانی، در کجای فضای مجازی است که مشاهده کردید؟ کی بهت گفته؟ جالب قضیه اینه که این استمرار طلبان میان میگن که چیز نامه گلرخ ایرانی نامه خودش نیست، چون تو زندان بوده ولی نامه فاضل رفسنجانی مال خودشه. فاضل رفسنجانی مال خودشه. گفته ببینین لغتهایی که استفاده میکنه خیلی سنگینه، نمونه ای از این رفتارهای فاشیستی ذکر آن مثنوی 70 من کاغذ میشود. اگر مثنوی 70 من کاغذ می شود، از روز نقطه یکی که شما پا تو زندان گذاشتی تا موقع که آمدی،
بیرون، اونم نه به دلخواه، التماست کردن بیای بیرون، چون دختر عمود خواب دیده بود که میخواستن بکشنت، برای حفظ جان تو رو آوردن بیرون. ببین چقدر زشت و کثیفه این اتهامات. باید از روز اول می نوشتی، چرا اون موقع نوشتی؟ بعدم نوشته که هر کسی که با اینا موافقت نداشته باشه یا همراه خودش نباشه یا منقدشون باشه، بهشون انگی مزدور، مأموریت، کسی که مأموریت داره، آدم فروش، جاسوس، حکومتی، کارمند دولت به اینا وارد شده و گروه های فشار با ایجاد فضای وحشت سعی در ساکت کردن آنها کرده و بعضا هم موفق می شوند. این نکته ای که توی نامه، هم نامه آتنا دائمی بود و هم نامه هستی امیری نوشته بودند که بازی رفسنجانی یکی از این کاراش اینه که به اصطلاح ضد انگیزه کار کنه، با زندانی یا صحبت میکنه که اونا از مقاومت دست بکشن، برای اینکه بتونن ملاقات بگیرن، برای اینکه بتونن مثلا مرخصی برن. اینا رو خودش ننوشته، ولی شباهت نوشته های اون دو نفر ثابت میکنه که این خیلی بیشتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم آدم دروغگویه، یا اینکه میخواسته حقیقت رو انکار کنه. انگاری که یک فیلم سینمایی وحشتناک رو داره توضیح میده، تعریف میکنه فضا به قدری خوفناک بود که زندانبانان نیز جرأت باز کردن در برای عبور رای دهندگان را نداشتند و این 8 نفر نتوانستند رای بدهند. بقیه چی؟ بقیه هم تحت تهدید و فشار بدون تمایل قلبی مجبور شدن که توی اعتراض همراهی کنن. آقا مسئله شما تو قلب، به گفته خودتون که میگین نیت خوانی نکنین، شما تو قلب طرف بودین، از کجا بدونی تمایل قلبیش بود یا نبود؟ این کلمات رو برای چی کنار هم گذاشتی؟ بعد میگه مقایسه کنید با بعضی از شهروندانی که به زور برای راهپیمایی 22 بهمن و روز قدس و شرکت نماز جمعه میارن. یه پرانتزم باز میکنه که کم نیاره. خب میگین این نامه ضد انگیزه، خیلی نکته داره که اگر مثلا آدم بگه نمیدونم دسترسی به پزشک و زندانی هفته دوبار و انگاری که مثلا یه هتل 4 ستاره هست، که بحث غذا رو که میکنین، هستی امیری میگه که هفته یک بار یه تکه گوشت مرغ میدن که اون عمدتا گردن یا باله که اصلا خوردنی نیست، مجبور میشن که آدما بریزن دور، گزارش میده بیشتر از زندان. و بعد اصلا گوشت قرمز وجود نداره، ولی برای فازه رفسنجانی همه نوع غذا می اومده بدون هیچ محدودیتی. اقلامی مثل سویا، لوبیا، حبوبات و اینا رو زندان میده، معمولا غذاشون خودشون درست میکنن زندانیا، و گوشت و اینا رو هم باید بخرن که قیمتی، مثلا سیب زمینی و گوشت رو باید بخرن. نوشته 1 کیلو سیب زمین رو توی زندان اون موقع که هستی امیر بوده، کیلوی 97,000 تومن میفروختن به اینا و کسانی که پول نداشتن بخرن اینا رو. خب نمیرسه، چون اصلا بحث پول براش مطرح نیست. کسی که موقعی که مثلا توی زندانه میبرنش بیرون که بره بیمارستان باباشو افتتاح کنه، خب نمیتونه بفهمه که بقیه چقدر سختی میکشن. البته این واقعیتیه که از بعد از سال 88 و من نه چیز خیلی از زندانیایی که آمدن بیرون از زندان بحث خودی و غیر خودی رو زیاد داشتن، که چون یه بحث مثلا حالا اختلاسگران و فلان اینا بودی که اونا توی سویت های خیلی نمیدونم مردار و منظورمه با امکانات بسیار زیاد زندگی میکنن. بعضی ها هم میگن زندانن ولی زندان نیستن، مثل چیز همین خانم هستی امیری از یک زنی به اسم شبنم نعمتزاده اسم میبره که یک دختره وزیری بوده، وزیر دوره خاتمی احتمالا یا وزیر احمد نژاد، نمیدونم، نعمتزاده بوده که یک دزدی میلیاردی، چند میلیاردی داشته و میگه که اصلا اون تو بخش زندانبانا میخوابه. من رفتم دنبال کردم مثلا رو همین سایت های وابسته به رژیم، نوشته معلوم نیست کجاست شبنم مددزاده. حالا شاید اصلا زندان نباشه، میگن تو بخش زندان زندانباناست، اما نعمتزاده کسی یا نمیده. مددزاده خانم داشتی؟ نه نه، مددزاده که زندانی سیاسی هوادار مجاهدینه،
بله گفتی نعمت زاده، گفتم نعمت زاده نه گفتم منظورتون نعمت زاده، نعمت زاده. خب نه آره نعمت زاده، اگرم گفتم مدد زاده 100% اشتباه کردم، معذرت میخوام، ولی فکر باشه. میکنم گفتم نعمت زاده. دوباره میگه که فضای زندان اصلا فضای بیرون نیست، فضای مثلا این 65 تا زندانی که اینجا هستن مقیاس بیرون نیست و اینا بی خود اصلا اینا، یعنی به یه نحوی میگه اینا نماینده مردم هم نیستن، اینا یه آدم های تک سلولی هستن، خودشون اونجا دارن برای خودشون مثلا دیکتاتوری را انداختن. خب اگه 60 نفرن و برای خودشون دیکتاتوری را انداختن، چجوری شما رو با اینا رو با مستبدین حکومت فاشیستیک میخوان عقایدشون رو تحمیل کنن مقایسه میکنی؟ یعنی میدونی این اینقدر گفای نامه زیاده که یعنی خودش هم نمیدونه چی میگه. گفته در این زندان آموختم که ما مبارزیم. تو مبارزی؟ آخه چجوری به خودت میگی مبارز؟ حبل توخالی و دیکتاتورهای حقیری بیشتر نیستیم. حقارتت آره اونو راست میگی، اونو بدون هیچ شکی راست میگی، ولی مبارز نیستی. چرا مبارز نیست؟ برای اینکه تو مصاحبه ای که این پرانتز رو باز کنم چون میگم حتما مطلب خیلی زیاده، مصاحبه ای که با مازیار بهاری میکنه برای آزادیش، میگه که به من گفتن تو سیاسی نیستی، تو توهین به مقدسات کردی و به خاطر همین باید بری. پس تو مبارز نبودی خانم، تو حرف خودت میگه مو زندانبانه تو رو سیاسی نمیدونسته. این جملهشو براتون بخونم، حتما این که این میگه که البته تعبیر خواب دخترموش خیلی خندهدار بود، که بفهم. زندانبانه بهش گفته که میترسم که خواب دخترمو تعبیر بشه. آره زندمانه بیشتر ترسیده. آره واقعا اینقدر اینا جالبن که نمیدونم چی بگم. نسرین ستوده رو بگو، چقدر واقعا اینا بر خون مردم مشهور شدین، شما کی بودین؟ چقدر زشت. خانم دشتی، فکر میکنید که این نامه رو نوشتن برای زدن مقاومت در خارج از کشور، یا برای کسانی که وارد زندان میشن که دور این افراد خط قرمز بکشن، دور این زندانیان مقاوم منظورم هست در داخل زندان، و اگر رفتن زندان اینا رو مثلا به رسمیت نشناسن یا دورشون رو خط بکشن؟ دقیقا اون حرفی که میزنین که به رسمیت نشناختن مبارزه هست، یعنی کسی نباید مبارزه کنه، چون مبارزه به هر حال اینا از اول میگفتن چی؟ گفتن بی هزینه، کم هزینه. خب هزینه مبارزه الان خیلی سنگینه، نمیتونه که مثلا به عنوان کسی که مثلا به خودش اول یه جا میگه ما مبارزین، نمیدونم مخالی و دیکتاتوری بیش نیستیم، نمیتونه که مثلا بگه من هم رأی میدم هم مبارزم، هم میخوام التماس کنم، هم میگم وسایل همه چیز زندان خوبه، مبارزم هستم، بعد مخالف رژیم هم هستم. مخالف رژیمم هستم، مثلا اون زندانبانه هی به من میگه که تو میخوای بری ادامه بدی، میگم بله من میخوام برم ادامه بدم. خب چی ادامه بدی؟ بعد یعنی اینقدر این صحبتاش با چیز یعنی آدم فکر میکنه که مردم اونایی که میخونن مثلا یا اینکه نسیان دارن یا اینکه به اصطلاح فراموشی تاریخی به هم زدن. خب تو موقعی که نماینده مجلس بودی قتل‌های سیاسی به اسم قتل‌های زنجیری اتفاق افتاد، چرا هیچ واکنشی نشون ندادین اون موقع؟ این که نمیدونم اتفاقا تو شدی یه دفعه مبارز، گفته منم هنوز فائزه رفسنجانی هستم. یعنی چی؟ چون شدی مبارز اومدی بیرون، اومدی چه کار کردی؟ پرش آمدی گفتی چی؟ پرش اومد گفتش که من نمیدونم با باهائیا یک چیز دارم. آره اینجوری میگه که ازش میپرسه، بسیاری معتقدند که آزادی شما با نامه‌ای که درباره زندان نوشتید مرتبط است، خودتان چی فکر میکنید؟ مازیار بهاری ازش میپرسه، گفته ببینید بی ارتباط نبود. اول میگه که اونا منو میخواستن آزاد کنن بکشن، بعد میگه به نامه بی ارتباط نبود، توی نامه من از خواب دخترموم نوشته بودم، دلیل همین بود که احتمالاتی میدادم، از خواب نبوده.
اگر احتمالات میدادی خواب نبوده. این لغت رو پشت سرم برای چی میذاری؟ پس از دروغه رو نمیشه انتشار جمع نامه، کنه. آره، پس از انتشار نامه حفاظت زندان مرا صدا کردند. اول اینکه حفاظت زندان، بعد دیدفعه جمع میشه فعلش. اول به من پیشنهاد دادند که برای حفظ امنیت خودم به کانون اصلاح و تعریف بروم. بخواستن تعریف خیلی بیتر میاد. ببخشی خانم. بعد میگه که حالا بعدم خیلی دراماتیکش میکنه. دوباره روز بعد صدایم کردند، آزادی مشروط نپذیرفتم. بار سوم صدایم کردند، شما باید آزادی مشروط را بپذیرید. گفتند به ما دستور داده شده شما باید تقاضای آزادی مشروط بدهید، با تقاضایتان هم موافقت میشود. یعنی دیگه نمیخواستن تربیتش کنن، تربیت شده بوده. خلاصه به زور بعد آزادش کردن. بعد میگه که من گفتم که به شما دستور داده شده، من که کارمند شما نیستم، چون اصلا من از اهل آزادی نیستم و دنبال آزادی نیستم. این آزادی به نفع من نیست. هر بار که مرا میبرند و من با حرفایشان مخالفت میکردم، به من میگفتند بنویس که مخالفی و مسئولیت هر اتفاقی که بیفتد به گردن خودت است. و من هر بار این را مینوشتم که پیشنهاد شما را نمیپذیرم. خب بعد زیرش می نویسه صبح چهارشنبه دوباره من خواستن، گفتن با مرخصی تو موافقت شده. گفتم من تقاضای مرخصی نکردم. گفتن زندانیان جرائم عمومی، یعنی تو سیاسی نیستی، پس از وقتانه دروغ گفتی. ماهی 3 روز می توانند به مرخصی بروند، شما هم جزو زندانیان عمومی هستید. موقعی که اینو زندانبان بهش میگه، کوچکترین اعتراضی نمیکنه به زندانبان. اون موقع میگه که نه من نمیخوام برم. بعدم به زندانبان بهش گفته چون اتهام الان من توهین به مقدسات است، جزو زندانیان عمومی محسوب میشوم. خودش میگه دیگه، پس زندانی سیاسی نیست خانم، پس مبارز نیست خانم. اتفاقی دهنش باز کرده، درست هم میخواستن بفرستنش کانون تربیت، نرفته. بعدش دیگه خیلی خراب کرده، گفتم من یک چهره سیاسی هستم. چهره سیاسی هستی، نه آدم سیاسی. اگر پس از انتشار نامه از زندان بروم به نفع من نیست. آقا دنبال نفع و ضرری شما، بله، شخصیتش خراب می شده دیگه. کمتر هزینه دادنی دیگه. چون قصد من از نوشتن نامه آزادی نبوده، و اگر که نبوده پس چجوری تو رو انداختن به زور؟ با بدبختی تو رو انداختن بیرون. میگه گولم زدم حالا خانم میخواست داشتی. احان که دروغ میگه بهش گفتن. گولم زدم. آره دیگه، یعنی شما فکر کنید موقعی که خودش داره میگه که زندانبان به من گفت که جرائم عمومی ماهی 3 روز میتوانند به مرخصی بروند. این حرف رو هم هستی امیری توی حرفاش زده، و هم من بحث گلرخ ایرانی رو نمی کنم که نوشته هر موقع که دلش میخواست مرخصی بره ملاقاتاش 5 ساعتی بود. اینا رو نمیگم چون گلرخ ایرانی زندانه، ولی اونایی که تو زندان نیستن دقیقا همینو گفتن، از مرخصی های بی مثلا ترمز و دنده هاشمی رفسنجانی صحبت کردن. خب این شرایط. بعد آخر سر اینکه میگه آخر سر برای آزادیش میگه من کمی کمی جر رو بحث کردم، یعنی دیگه خسته شد از مبارزه، کمی جر رو بحث کرد. این قرار ما نبود، شما به من دروغ گفتید. اما زیر بار نرفتن، قرار زندانی زیر بار، و من را به نوعی از زندان بیرون کردن، یعنی نگذاشتن دیگر داخل بند شوم. بچه ها وسایل من رو از داخل بند جمع کردند و فرستادن. خب بچه ها اگه از کجا فهمیدن که تو داری میری که فرستادن؟ یکی رفته بهشون خبر داده دیگه، تو که نرفتی. آخر سرم که چرا برای زندان، ببخشید خانم چیز، چرا برای زندان موندن اینقدر اصرار میکردید؟ از نظر من زندان ماندن افتخار نیست، ولی از زندان بیرون آمدن هم با هر وسیله درست نیست. پس فهمیدی که وسیله خیلی زشتی بوده نامه نوشتنت، حتی اگر برای آزادیت بوده. این یکی به نعل زدن، یکی به میخ زدن، یعنی چی؟ خودش میگه که حالا
من همین توی همین مسابقه که شما بهش اشاره کردید، بعد از اینکه نامه رو نوشته میگه که من همیشه از حقوق زندانی استفاده میکردم، مثلا برای مرخصی اقدام میکردم. مرخصی برای زندانی سیاسی که این خودش رو سیاسی میدونه و آدم مهمی میدونه، شخصیت سیاسی میدونه، نمیدونم از کی اصلا مرسوم شده خانم دشی و شامل کدوم قشر زندانیان میشه. والا من اصلا نمیدونم. من استناد میکنم به حرفایی که به هر حال خبرهایی که از زندان میاد بیرون. ما که نه تو ایران هستیم، اخبارم خب به هر حال اخبار سخت هست که میاد بیرون. بله. تعداد زندانی سیاسی هستن که در سختترین شرایط یک روز هم بهشون مرخصی ندادن، چه بین مردان چه بین زنان. مثل زینب جلالیان، طولانی ترین زندانی سیاسی ایران هست الان، چشماش در حال کور شدن از نظر به اصطلاح بدنی، از نظر فیزیکی بسیار بسیار ضعیف شده، نیاز به دکتر داره. چون میگن اگر کسی دکتر بنویسه که این نیاز به دکتر و به اصطلاح تحت درمان بودن داره، یکی از دلایلی میشه که به زندانی مرخصی بدن. خب بهش ندادن و هنوزم تو زندانه. مریم اکبری منفرد وارد 14 سال زندانی خودش میشه که اصلا بهش مرخصی ندادن. یک خانمی به اسم ژینا من اسمشو درست بگم خدمتتون، چون خدا نکنه اشتباه کنم. به هر حال یک نامه، یه مقاله ای نوشته که اسامی زندانی های زن، بعضی هاشون البته لیستش به روز نیست، بعضی هاشون زندان هستن ولی بعضی هاشون تا اونجا که من میدونم آزاد شدن، که خیلی اصلا مرخصی نداشتن توی این سالا. حتی این خانم هستی امیری میگه که مرضیه فارسی تعریف میکنه که مثلا مجاهدین توی زندان می نویسه به اصطلاح وابستگی سیاسیشون رو، میگه مرضیه فارسی آنچنان توی زندان رفیق همه هست که اگر سلطنت طلب، یک خانم سلطنت طلبی که مادرش مثلا فوت شده بوده، میان مثلا بهش دلداری میدن. یا اینکه شب یلدا موقعی که مادر خودش فوت شده بوده میره یه جایی میشینه گریه میکنه و اینا، بعد بچه ها به احترام مرضیه نمیخواستن شب یلدا بگیرن، گفته نباید شب یلداتون رو بگیرین. ببینین نامه رفسنجانی ضد تشکیلات، ضد حرکت، ضد ادامه مقاومت، ضد هر ارزش انسانی هست که زندانی به خاطرش زندان افتاده. همه اینا رو میخواد زیر پا بذاره. و اینم نه اینکه مثلا فکر کنین چون بهش سخت گذشته تو زندان، نه، مأموریت داره. و من نامه هایی که خوندم یا ای که مثلا 2-3 بار، چون بعضی هاشو مثلا باید میخوندم، هم نامه فائزه و هم نامه نسرین ستوده، به آدم میگه که انصاف کجا رفته. اجازه بدین رو براتون بخونم. نسیم غلامی سیمیاری، نزدیک به 470 روز بازداشت موقت و زندگی در تعلیق و مرگ زندان قرار دارد. پرسش روزهایش پرسشی است حبس یا اعدام. 470 روز یعنی چقدر؟ یعنی 1 سال و 4 ماه بیشتر. الان که حبس دادگاهی برشون بریدن خانم دشتی، به نسیم غلامی سیمیاری 6 سال حبس دادن، 74 ضربه شلاق دادن و 20 سال تبعید. یکی از بله 7 نفری است که اخیرا احکامشون صادر شده. ولی درست یعنی میگین، این ایشون 490 روز در بازداشت به سر میبرد. آره، این همون که مقاله که گفتم ژینا سنندجی نوشته. البته نسرین ستوده تو بخشی از نامش نوشته بود که ما بند زنان رو، تشکیلات زنان را انداختیم. واقعا یعنی مرده خوری هم مصادره، حقی داره. آره، مصادره مبارزه زنان، یعنی اصلا تاریخ مبارزاتی زنان ایران یعنی با شما شروع شد، قبلش چی نبود؟ همینجور زندانای دیگه. حالا بعد دوران مشروطیت و اینا رو اصلا کار نداشته باشی، دوران روشنگری رو کار نداشته باشی. برگردیم فقط به دوران بسیار از دهه 50 به این بر، این همه زندانی سیاسی زن از مجاهد و فدایی و گروه های به اصطلاح پیکار و اینا و کرد که شکنجه شدن، اعدام شدن و هنوزم بعضی هاشون آثار شکنجه و زندان روی تنشون هست، مثل اشرف دهقانی.
بعضی هاشون هم که شکنجه شدن و جای شکنجه رو تنشونه، مثل صدیقه دانشگری دارن مزدوری دستگاه خامنه ای رو میکنن، یا فرخ نگهدار مانندی یا فتاپور مانندی، دیگه کیو بگیم ما؟ این ضد انگیزه و ضد مبارزه رو شما میایی تقلیل میدی. ما یادمونه دیگه از روز اولی که کم هزینه و بی هزینه داستانش رو کی شروع کرد؟ و واقعا کی شروع کرد اینا رو؟ به جای مبارزه لغت هزینه رو استفاده کردن یعنی چی؟ همه اینا، ببینین من بارها گفتم حرمت کلمات رو که از بین ببری، در نتیجه یک فرهنگ دیگر رو توی جامعه میخواین رواج بدید. تمام تاریخ دنیا مملو از مشهون هست از مبارزه. کجای تاریخ دنیا دیدی که بگی مثلا مردم آلمان هزینه دادند؟ حالا مردم آلمان که نه، حالا بگو توی جنگ جهانی دوم هزینه دادند، کجا نوشته؟ یا مثلا مردم آمریکا برای استقلال خودشون هزینه دادن، تو تاریخشون اینو نوشته؟ یا نوشته مبارزه کردند؟ موقعی که میگی هزینه میشه یه قرون دوزار، با مبارزه برای آزادی مثل کالا رفتار میکنی. زندانم که یه صحنه دیگه از مبارزه هست، اون صحنه مبارزه رو شما به بقالی، چون چیزایی که می نویسی راجب مبارزه زندانیا نیست، اینه که غذا بهشون میدن، جاشون خوبه. ملاقاتشون سر جاشه. عجبا خانم دشتی، ولی من فکر کردم که این نامه که منتشر کرده فارسی هاشمی، فکر کردم که اول از طرف خود رسانه های حکومتی منتشر بشه، ولی دیدم که توی ایران وایر اول اومد که مدیریتش با مازیار بهاری از شما مشاری کردید بهش که در کانادا هم است. دلیلش رو میخواستم ازتون بپرسم. ولی بعد از خودش پرسید چه شده. خب شما چی فکر میکنید؟ مازیار بهاری خوب شناخته شده است. مازیار بهاری یکی از کسانی بود که رژیم گرفتش بله. توی زندان، من فکر میکنم تابعیت کانادایی داشته باشه اگه درست بگم، یا آمریکایی یادم نیست. کانادایی داره. بله. آره، توی 88 رفته بود ایران یه گزارشی تهیه کنه یا یه فیلمی بازی کنه، در هر حال دستگیر شد و بعدم اومد بیرون با پول زیادی که آمریکا برای، یعنی برای آزادیش دادن. بعد از اون جنبش سبز، دولت آمریکا یک پولی رو میداد برای اینکه مثلا مبارزه کنن برای بر علیه رژیم. یکی از این جریانایی که پول خیلی زیادی میگرفت توانا بود، نمیدونم بله. میدونین یا نه، توانایی مدیریتی داشت، الان حضور ذهن ندارم، ولی یکی از بنیانگذارانش، یکی از مدیرانش مریم معمار صادقی بود، ابراهیم نبوی و سازگارا، و خب پولای خیلی زیادی میگرفتن که مثلا کلاس بذارن، کلاسای فرهنگی بذارن، فیلم درست کنن، که مازیار بهاری هم یکی از اونا بود که خب پولای زیادی میگرفتن از آمریکا، یعنی پولای زیاد یعنی منظورم خیلی زیاد. طبعا اینا برای پیش بردن همون جنبش سبز و دستبند استمرار طلب بودن، تا بگم اصلاح طلب. خب بعد از داستان شعار مردم سال ده 96، این بحث به اصطلاح اصلاح طلب اصولگرا دیگه توی مردم چه افتاده بود؟ بازم برمیگردم سر پروژه رژیم برای آوردن پزشکیان توی تن مرده اصلاح طلبان، میخواست یک جون تازه ای بدمه، که خب دوباره اینا سر بلند کردن همون به اصطلاح جریان استمرار طلب، چه تو خارج از کشور چه توی ایران. خب طبعا نامش رو برای، نمیدونم، چون اگه برای برفرض میگم ایران اینترنشنال میفرستاد، خیلی دیگه تابلو بود، یا برای صدای آمریکا باید به یک جریان میفرستاد که یک مدتی منتسب بوده مثلا به جنبش سبز، چون مازیار بهاری منتسب بود به جنبش سبز. الان اونایی که توی چیز بودن توانا بودن، تا اونجا که من یادم میاد مشخصا بودجه مشخصی نمیگیرن، بودجهشون قطع شده، مثل قبل پول نمیگیرن، حالا میگن که یه کسای دیگه هستن اینا رو دارن تأمین مالی میکنن، چون توانا فعالیتاش خیلی کم شده. اما مریم معمار صادق هم که اون موقع زن عطری هست، عطری هم از دانشجوهای، میگن دفتر وحدت، میگن چی میگن، دانشجوهای مال وحدت دانشجویی، دفتر تحکیم وحدت. دفتر تحکیم وحدت بوده، الان سلطنت، یعنی مدتی من میدیدم که سلطنت طلب شده و چه داد و فریادی میکنه برای یه چیز،
پادشاه رضا رضا پهلوی. پهلوی. آره، اما الان نمیدونم موزه چیه، چون توی اون داستان چیز، ببینین اون موقعی که توی ایران قیام صورت گرفت و این قیام یک اوج بسیار به اصطلاح بالایی داشت، شعله قیام خیلی خیلی گسترده شده بود و زمین زیر پای خامنه ای واقعا میلرزید. یعنی میگم با یک بازنگری، خامنه ای اینقدر مهربون شده بود که حتی میگفتش که میخواستن خواست مردم رو تقلیل بدن به با حجاب و بی حجاب، مسئله زن و برداشتن رو سریاشون هست، که خود خامنه ای میگفت اونها هم دخترای ما هستن، فرزندان ما هستن. یادتونه این جمله شو بله. حتما. خب این جنبش برای اینکه به ثمر نرسه، خب زحمت زیادی کشیدن اینا با چند تا پروژه‌ای که مشخصا از طرف رژیم هدایت میشد. من نمیتونم بگم استعمار، من مشخصا میگم از طرف رژیم. پروژه مثل وکالت میدهم، پروژه جورج تاون، دانشگاه میسون، یا اینکه پروژه کنفرانس مونیخ، نه میتونم به استعمار آدم یه جوری وصلش کنه. برای این پروژه ها پشت سر هم هدف اصلیش زدن خط مقاومت بود. بشینین تو خونه، ما کارا رو براتون انجام بدیم. اون یکی گفت که همون محکوم به شکست بود از اولش، معصومه علیزاده گفت بریم زندگی تو کنسرت برین، همین حرف رو اسماعیلیون زد که سینما برین، نمیدونم چه کار کنین. رضا پهلوی هم گفت که مردم صدای شما رو شنیدن، برین دنبال کارتون، حالا ما باید بریم صندوق اعتصابات را بندازیم. خب مردم که دیگه اینقدر دچار فراموشی نمیشن. قضای اون 2 سال موقع پیش یادشون بره. آره، فضای 2 سال پیش، اون موقع اینا رو به عنوان اپوزیسیون خارج از کشور میخواستن یه جوری جا بندازن، الان نیازی به اونا ندارن. ببین یعنی مثل که نونشون قطع شده باشه، ببخشید اینجوری راحت میگم، سکوت مرگبار اینا رو نگاه کنید. کجا هستن اونایی که به اصطلاح به خودشون میگفتن جنبش زن، زندگی، آزادی؟ توی عنوانا یا پروفیلشون هم همشون اینو نوشتن. کجا هستن؟ چرا از اومدن پزشکیان به قدرت شما تعجب زده شدیم؟ مگه مبارزه تموم شد؟ این سوالا رو هر کسی باید از خودش بکنه. ببینه این پروژه به اصطلاح چیز، من به جرئت میتونم بگم که از نظر رژیم دیگه نیازی به اینا نداره، تمام. یعنی خیالش راحته که دیگه حتی از نظر تبلیغاتی هم برای اینکه آتش انقلاب رو توی مردم به اصطلاح یک کمی سرد کنی، دیگه خود پزشکان بهتر از همه میتونه انجام بده اینو، چون کیه داخل ایرانه یک کمی مخالف بوده، حرفاش هم ممکنه مثلا آدما رو گول بزنه. الان مثلا اون یک، چجوری بگم، این لغت شاید نمیگم، یک مجموعه ملغمه پزشکیان از لودگی احمدی نژاد، از شیادی روحانی و از عاطفه یا خندانی خاتمی. از رئیسی هم کم نداره. از رئیسی همی چیزایی بهش رسیده از ازشون. رئیسی میگم بهش رسیده، من نمیدونم سال اول دانشگاهش بوده یا سال دوم دانشگاهش بوده، پاسدار بوده پزشکیان بله. در کردستان. همون موقع جلایی پور که الان مثلا استاد دانشگاه دکترای جامعه شناسی گرفته، استاندار مهاباد بوده در قارنا، جنگی که بسیاری بسیاری از کردها رو واقعا قلق و غم کردن و کشتن. جلایی پور تعریف میکنه، من اینو با گوش خودم شنیدم، که آنچنان شهامت داشت پزشکیان در جنگ، با وجود که کرد بود، برای حفظ نظام هیچ مرزی رو به رسمیت نمیشناخت. بعد حالا میاد چی میگه؟ من با کردی حرف میزنم، با ترکی هم حرف میزنم. یکی از امتیازات بزرگش اینه که به 2 زبون حرف میزنه، یعنی 3 زبون. خب میدونین پزشکیان 3 دوره نماینده مجلس رژیم بوده، نماینده بله. خامنه ای بوده، به وزیر بوده. خب همچین آدمی از اتفاقاتی که توی کشور افتاده، مثلا از وضعیت حقوق بشر بیخبر بوده؟ ما یعنی یک مدتی اخبار رژیم رو که دنبال میکردی، گاه به گاه اسم پزشکیانی میومد که تو مجلس 4 تا انتقاد کرده، اگر نه
همچین چهره پررنگی نداشت که مثلا بگیم مثل رسایی یا مثل کواکبیان یا کسای دیگه که خیلی سر صدا میکرد. حالا کواکبیان یکم بیشتر اصلاح طلب بود، یعنی از اصلاح طلبای موندگار در مجلس منظورمه. یکی دو تا رو برای نمونه گذاشته بودن توی علم تکامل، میگن دو سه تا نمونه میذارن که بگن این نسل منقرض نشده. گذاشته مجلس که بگن نسل اصلاح طلبا منقرض نشده، حالا آوردنشون سر کار. من فکر میکنم که یعنی واقعا مردم خیلی خیلی باهوشتر، خیلی آگاهتر، به خصوص مردم داخل ایران هستن، که چون واقعیت روزمره زندگی مردم توی ایران یاد یعنی میگه به اظهر شمس که پزشکیان حلال مشکلات نیست. حالا با اینا میخواین مثلا چقدر سرگرم کنین؟ بعضی از خبرها رو هم که خب بهش میگن خبر زرد، رژیم سعی میکنه که توجه مردم رو به یه جای دیگه جلب کنه، مثلا نقطه اصلی فراموش بشه، نقطه اصلی که سرکوبه مثلا فراموش بشه. شما نگاه کنین این موقع که پزشکیان میره نیویورک، مطبوعات رژیم چی مینویسن؟ یعنی واقعا آدم تعجب میکنه. میگه که خلبانان آمریکایی و برج مراقبت فرودگاه حیرت زده بودند از اینکه هواپیمای پزشکیان نرم زمین نشست. مثلا در سالهای قبل سخت سخت نشسته زمین بطوره میشه یا بعد احمد نژاد که یعنی اومده سخت نشسته. آره نه، بعد میگه یه خبر دیگه که مثلا حالا اخباری که این میره مثلا ملاقات های مخفی داره و اینو با اون میره و با اون میره رو نمیگن، اینو هواداره پزشکی ها میگن. بله. مشدادی چجوری براش دست زدن، کف زدن های شدید. برای اولین بار من احساس افتخار میکنم. خب اینا که سرگرمیه برای خودتون، اینا برای مردم که سفرهشون حتی نونم نداره، نونو گرون کردین که چیزی نمیشه. قیمت ها از روزی که پزشکیان آمده که قول داد قرار که نیست که معجزه کنه، تقریبا در 12% حداقل من دارم میگم، با اون اخباری که میخونم گرونتر شده. مواد غذایی منظورمه. خب نون که گرون میشه بعضی از جاها 50%، طبعا روی چیزای دیگه هم تاثیر میذاره دیگه. الان لبنیات هم نیست. خب مردم چجوری با مثلا شب اول مهرم شده و باید بچهش هم مدرسه بفرسته؟ ببینین واقعا اگر که آدم یک ذره شرف داشتن، اینا باید خودشون رو آویزون میکردن که موقع که یک دختر 17 ساله به خاطر اینکه پول نداره لوازم و تحریر بخره خودشو بکشه، باید از شرم میمردن اینا. بعد حالا اونم میان رو کف زدن و نمیدونم ما سلطه. حالا شما شدی سلطه‌طلب، الان بیا باید یه سلطلب موزه. هم بشن، چون الان انقدر تحت فشار هستن میترسن از بمبای اسرائیلی، هم خیلی میترسن. خب باید دنبال صلح باشن که این بمبا تمومی پیدا کنه، وگرنه هم تو ادامه داره. من فکر نمی کنم اسرائیل خطری باشه برای رژیم به اون شکل، یعنی خود اینو رژیم در نه، یک منظورم پرانتز نیروهای میگم. نیابت، نیروهای حزب اللهش، حماسش، اینا همشون تارمار میشن. خب برن اگر برای که رژیم مهم نیست، بله، خامنه ای هم گفت خب برای ماندگاری گفتش که خب باید جونشون رو بدن دیگه، نه ما نه جنگ میکنیم نه صلح میشود. این حرفش رو باید گوش بدیم. بله درسته. خانم چجوری دشتی، بگه؟ اگه که بخوایم، بفرمایید. معذرت میخوام تو حرفتونم پریدم، ولی اگه که بخوایم حالا بشکر. برگردیم سر موضوع نامه این فائزه رفسنجانی، اگه بخوایم واکنش ها از داخل و خارج از زندان رو، شما اشاره کردید به 3 نفر: گلرخ ایرایی، هستی امیری و آتنا دائمی، که نامه نوشتن، بله. واکنش نشون دادن نسبت به نامه رفسنجانی. خب برخی از کسانی که واکنش نشون دادن خارج از این دایره، این 3 نفر منظورم هست، بعضیاشون که حمایت کامل کردن مثل نسرین ستوده و صادق زیبا کلام که بله همجوری بوده، ما با زودتر میگفتیم فلان چنان، بعضی ها مخالفت کردن مثل این 3 نفر، به هر حال به نحوی محکوم کردن حرفاشو، بعضی ها میگن که حرفاش درسته ولی این سر زمان بعدش مشکل دارن که در آستانه قیام 1401 بوده، اینها رو الان نباید میگفته و بعدن باید میگفته. میخوام بدونم ارزیابی شما از این سه واکنش چگونه است؟ ببینین
یک جمله خیلی قشنگی نوشته بود هستی امیری توی یکی از واکنشاش که نوشته بود که زندان نمیری توی البته خود خاطر شما بشینی هم که بعد واکنش نشون دادین، اینم فقط چون زندانی سیاسی نیستید من اسمتون رو بله نیاوردم. حالا اونو میگم، بله من میگم که اون روی واکنشی که زندان بحث سیاسی نیستش که مثلا بعد بری خونه زندان، باید با هم 24 ساعت زندگی کنی. خب من بحثم سر اختلاف عقیده و اختلاف خط نیست، بحثم سر مقاومته. یعنی واکنشی که آدم نشون میده اول از همه به این نیست که اخلاق کسی خوب است یا نیست. آیا مقوله زندان به عنوان مجازات برای کسی که دگرگونه فکر میکنه، ببینین تمام کسانی که زندان الان هستن همشون به جرم عقیده نه عمل زندانن، یعنی همه اینا دگراندیشن سیاسی هستن، ولی مثلا چه کار کرده؟ نمیگم بقیه که زندانی اصلا کاری کردن، اما منظورم زندانی سیاسی که آقا مدرکی که از مریم اکبری منفرد دارین چیه؟ نامه نوشته به سازمان ملل که من میخوام که جای قبر برادران و خواهرم رو بدونم کجاست. حالا قبلش هم به عنوان این که مثلا توی خیابون یه شعار داده گرفتنش، یا بقیهشون حق اعتراض رو گرفتن. نامه رفسنجانی اینو میگه که حرف نزنین، حتی اعتراضم نکنین، چون الان میگم که هزینه که خودشون میگن خیلی شوخی نیست. یه طرف رو 470 روز توی انفرادی نگه میداره، یا مثلا الان توی شیراز 5 سال وحید افکاری زندانه، زندان انفرادیه، یا مثلا خیلی دیگه که اصلا اجازه ملاقات ندارن. سعید ماسوری 21 2 ساله یک روز هم از زندان نیومده بیرون، یا غلام حسین کعبی همینجور، یا یک چند نفر دیگه هستن که از بلوچ ها هستن یک روز هم بهشون. به این موقع که بحث من از واکنشی که من خب زندان نبودم ولی اخبار زندان رو دنبال میکنم، زندان در جمهوری اسلامی و در کل حکومت دیکتاتوری فقط محکومیت کسانی که تو زندان هستن نیست، به منیم که خارج از زندان هستم و میخوام فکر کنم و میخوام مبارزه کنم. نامه رفسنجانی توهینه. حالا اونی که میره از رفسنجانی حمایت میکنه، میدونین آخر سر چی میگه؟ میگه من یکی از هواداران به اصطلاح پرپاقرص رفسنجانی، فاضل رفسنجانی، میگه ما اجازه نخواهیم داد که در خیابان ها خون را بیفته. چرا هم چرفی میزنه؟ نامه رفسنجانی چه ربطی به خون ریزی داره؟ اگر کسی رفسنجانی رو محکوم کنه میخواد تو خیابان ها خون ریزی را بیفته. خودشون میدونن که مقاومت منتشر میشه. این زندانی که تو زندان هست و مقاومه بر من یک سرچشمه ای میشه، نه اینکه مقدس باشه، نه، که مبارزه سختی داره، مبارزه باید براش بها داد، مبارزه زندان داره، شکنجه داره. حالا برای منی که خارج از کشور هستم یک مصائب دیگه ای داره، در تبعید هستم نه در خارج از کشور. خب اینا رو میبینیم توهین به کسی که انتخاب راهی رو کرده، وگرنه ما هم میتونستیم مثلا از کنارش رد بشیم بگیم بابا فائزه رفسنجانی طرف الان 60 سالشه، خودشم داره میگه باباشم که نفر دوم نظام جمهوری اسلامی بود. فقط جنایتاشو تو دوران جنگ نگاه کنین، جنایتاشو همین توی 5 مهر نگاه کنین که باید بکشیشون. تو مگه نمیگفتن زندانیایی که دور 67 زندان بودن که رفسنجانی توی نماز جمعه گفته بود همه مجاهدین رو باید کشت، همه زندانیا رو باید کشت؟ زندانیا خودشون میگفتن توی به اصطلاح شهادت هاشون توی دادگاه حمید نوری. خب الان که تو روزنامه هاتون اینا رو نمی نویسین، به نظر من یه هر انسانی، هر کسی که برای آزادی و برای آزادی عقیده احترام قائله نسبت به نامه رفسنجانی و نسرین ستوده و افرادی از این قبیل باید واکنش نشون بده، باید واکنش. اینها نباید فکر کنن که مردم قدر مبارزه رو نمیدونن.
یعنی من نمیگم ببین کسی که مبارزه میکنم انسان درد میکشه، شکنجه میکنه، بابا بدنش زخم میشه، عصبانی میشه، خوشحال میشه، میخنده. شما از نمیدونم چه تصوری کسی داره از کسی که تو زندانه. خب این تصویر رو کی میده؟ ما که نمیدیم، ما میدونیم که سخته. این بله، با تصویر شما گوستمون میخوای بدی؟ درست. به خاطر همین میگم که نامه رفسنجانی یک پروژه است، پروژه‌ای برای ضد انگیزه مبارزه، ضد ارزش‌های انسانی، ضد آزادی، به اسم آزادی، به اسم دموکراسی. وگرنه اگر دوره هیتلر بود و بازنگری کنیم، ما شما راحت میتونستی به هیتلر رأی بدی، مثلا بعد از اینکه ثابت شده به همه که این دیکتاتوره. شما دارین توجیه میکنین، خیلی از اینا دارن توجیه میکنن که پینوشه مثلا خوب بود چون با انتخابات اومد سر کار. پینوشه، همین هوادارای رفسنجانی. چرا خانم فائزه رفسنجانی از کره شمالی اسم میبره و از شیلی اسم نمیبره؟ چون به هر حال مردم انقلاب کردن، انداختن بیرون، یعنی مقابل پینوشه وایسادن و خیلی دیگه. یعنی ببینید بحث مبارزه الان در دنیا بسیار بحث پیچیده‌ایه، خیلی سنگینه، خیلی نفسگیره، به این علت که خب جهان حالا بزرگ غرب یا استعمار یا هر چی که اسمشو بذارین خواهان تغییر عمیق دموکراسی در جامعه در هیچ کجا نیست. شما نزدیکتر از اوکراین به غرب کیه؟ چرا همه تو جنگ باید بسوزه؟ نه واقعا ها. بعد پزشکیان میگه تقصیر اینا هست که رفتن و میخواستن ناتو بره اونجا. بعد دوباره تو بحثاش میگه که ما باید جنگ اوکراین را خاتمه دهیم. یعنی دروغگویی هم دیگه کار خودشونه. منتها میخوام بگم که نهایت حرف اینه که مردم و نماینده هاشون، اونایی که اهل مبارزه هستن، راه خودشون رو از فائزه رفسنجانی، از استمرار طلب ها سال هاست جدا کردن. و این جدایی طبعا یک منازعی، یک بحرانی، یک درگیری رو به وجود میاره. حالا این درگیری میخواد توی زندان باشه، میخواد توی خیابون باشه، میخواد توی روزنامه باشه، یا میخواد توی نوشته ها باشه، یا به هر حال من مهمترینش تو خیابونه. میشه تحمل کرد این همه باعث و بانی بدبختی مردم ایران شده به حکم اینکه الان زندان افتاده رو با کسی که تمام خانوادش رو در راه آزادی داده یکی دونست که بعد بیاد برای مردم خط و زد ربط تعیین کنه، چون که بهش گفتن فلانی رأی دادن تو این سیستم یعنی قبول دیکتاتوری، بعد اونو آزادی بدونه. خب یعنی چی؟ ما 50 خود رژیم اعلام کرد که با بدبختی رأی رو رسون به 50%. با بدبختی خامنه ای اومد گفت زشت است، انسان فلان است. حالا خب خیلی هم میگفتن که به اصطلاح تقلب شده و واقعا هم شده، چون هر یعنی من با هر کسی که صحبت میکردم یا اونایی که اهل علم ریاضی هستن یا تمام مثلا گزارش هایی که از 1000 رو نمیدونم 400 500 حوزه رای گیری نیروهای مقاومت از ایران تهیه کرده بودن میگفت که مثلا در ساعت های مختلف روز مثلا اونجا وایساده شمرده، نفر به نفر شمرده، یا عکسایی که خود رژیم پخش میکرد، معلوم بود که شرکت کننده خیلی کمه. با همین احوال تعداد رأیایی از 60 میلیون نفری که حق رأی داشتن، تعداد کسانی که به پزشکیان رأی دادن 16 میلیونه. 44 میلیون نفر تو رو قبول ندارن خانم رفسنجانی، به همین سادگی، با عدد و رقم. ولی مثل که خانم داشتی قصدشون این است که دوباره اصلاحات، یعنی جنازه اصلاحات رو دوباره زنده بکنن، چون توی نامش، نامه اولی که نوشته بود، البته من میگم اول دوم، منظورم که نامش اول منتشر شد، بعد یه توضیح داد درباره اینکه چرا نامه رو منتشر کرده. هر دوش هم اول در ایران وایر منتشر شد و حالت مصاحبه داشت دومی. به هر حال نامه‌ای که نوشته بود در پایان به غیر از دو تا نتیجه داره. اول که همین خواب دختر عموشه، دختر عمشه، مثل که میترسیده که درست عذاب دختر در بیاد. عروس
آره دخترم. و یکی دیگه میگه که در این زندان بیشتر آموختم تنها راه رسیدن به آزادی و عدالت و برقراری یک حکمرانی خوب اصلاحات و به ویژه اصلاحات ساختاری است. بله. البته اصلاحات ساختاری این حرف تو زدن میزنه، این حرف رو سعید مدنی هم میزنه، این حرف رو تو اندازه ای قبلا هم مثلا همینه که رفتن رای دادن مثل کیوان صمیمی، و کیوان صمیمی یکمی رادیکال تر بود، یا احمد زیدآبادی میزدن. اصلا بحثشون سر ساختاری چیه؟ سر ساختار اینه که شما ولی فقیه رو میخوای زیر آبشو بزنی؟ یعنی چی اصلاحات ساختاری؟ اگر قرار ولی فقیه خامنه ای بمونه و در به ترکیب ولایت فقیه دست نزنی، پس ساختاری نیست. دروغ نگین به مردم، دروغ نگین به مردم. ساختار تعریف داره. ساختار یعنی کلیت نظام ولایت فقیه، چون حکومت دست ولایت فقیه، باید عوض بشه. حالا بشه شورا، بشه نمیدونم فلان. این پیشنهاد تاجزاده بود. در ضمن این نمیدونه ساختار یعنی چی. دوم اینه که شما اصلا و ابدا در زندان به این نتیجه نرسیدی، دروغ میگی. شما از اول به این نتیجه رسیده بودی. کجا شما اعلام کردی که باید مبارزه کرد؟ تنها یک بار در مقابل کسانی که به اصطلاح اعدامای زیاد امضا کردی، در مقابل اعدامایی که حقوق بشری هم هست که بعدم پشیمون شدی. من بحث اصلاحات ساختاری، مثلا خود تاجزاده در مورد انتخابات توی از زندان گفته بود من نگفتم که شرکت کنید در انتخابات، نامم ننوشتم و نگفتم که شرکت نکنید. یعنی چی؟ از چی ترسیدی؟ اگر که اصلاحات ساختاری اعلام میکردی که شرکت نکنید، بقیهشون که گفتن شرکت کنید، از خاتمی و روحانی و همشون هم رفتن رأی دادن. البته در جواب سوالتون بگم زنده کردن اصلاحات نیست، چه پس؟ حفظ خامنه ایه، چون اصلاحاتی وجود نداره. اصلاحات به این مفهوم هستش که آقا یه برنامه بدین شما، مثلا برنامه به اصطلاح توسعه هفتم، پزشکیان گفتش که من متعهد به این اجرای این برنامه هستم. من این برنامه رو خوندم که برنامه به اصطلاح یک برنامه 10 ساله است. برنامه قبلی ششم، برنامه توسعه ششم اجراش که مثلا قرار بوده که الان، همین الانی که ما هستیم سال 2024، ایرانی که از به اصطلاح که قدرت اول اقتصادی منطقه باشه، تمام اون اهدافی که گذاشتن به یک دونش نرسیدن. خود دستم در کارانش میگن که این برنامه 30% هم به هدف نرسیده. پزشکان میگه که هدف من اجرای برنامه توسعه هفتمه. خب برنامه هستش که رئیسی پیشنهادش داده، در دوران رئیسی تصویب شد، پس تغییر ساختاری رو نمیخواد ایجاد کنه این حکومت. پزشکیان یک ویترینی هست برای این که خارج از کشور، یعنی رئیس جمهور خارج از کشوری خامنه ایه، که تو خارج از کشور بگن آی دیدی که چقدر تبلیغ کردن براش، حالا چقدر پول دادن که اینو به عنوان یک آدم میانه رو تعریف کنن یا یک اصلاح طلب تعریف کنن. حفظ نظام از اوجب واجباته. الان هم یک چیزی هست که به هر حال برای اینکه خامنه ای میخواد قبل از مرگش بحث جانشینیش رو حل کنه، نمیخواد کسی از دولت به اصطلاح شاخ بشه براش که مثلا مثل قبلا رئیسی خب یه چهره دیگه داشت. پزشکیان بله قربانگوی مطلقیه، فعلا صداش در نمیاد، وگرنه چه لزومی داشت که مخبر بکنه مشاور خودش؟ پزشکیان ماده خارج از کشور یه رئیس جمهور تعیین میکنه. توی دهنم بابا رئیس ما جمهور توی که میزند. آره تو دهن اون رئیس جمهور میزنه. یعنی خامنه ای، من قبلا هم گفتم توی بحث قبلیمون راجع به قدرتش و اون ارگانهایی که زیر نظرش دارن اداره میشن، به اضافه اون شوراهای عالی که هستن، اصلا محلی از اعراب نداره. به جرأت نکرده یک کلمه راجع به قانون حجاب تو مجلس تصویب شد و قرار اجرایی بشه.
به اجرا گذاشته بشه. بحث حالا چقدر پول جریمه و اینا کار ندارم، این در حالی که زنای ایرانی مبارزه میکنن با این و زیر بارش نمیرن، یه بحثی که اصلا به پزشکان مربوط نیستا، ولی با چه لردگی هنوز هستن اذیت میکنن. بهشون بگیم نکنن. خب چرا نگفتی قانون تصویب شد؟ از فیلم های زشت برای کی بازی میکنید؟ به خاطر همین میگم مثلا اگر توی تصویر بزرگتر نامه رفسنجانی رو بذاریم، نامه رفسنجانی ضد انگیزه، ضد مبارزه و استمرار نظام هست. به جز این من هیچی توش نمیتونم ببینم، چون موقعی که میگم اونایی که افتادن زندان آدمای معمولی با وجداری هستند که احساس وظیفه و مسئولیت میکنن در مقابل هم نوع خودشون، در مقابل هموطن خودشون یا آرمان خودشون، و هر حال هر کسی به هر دلیلی که پاشو میذاره و میره تو راه مبارزه. خب تو میخوای این رو انکار کنی با چک الفاظی هم، دیکتاتوری فلان و خفقان و فاشیسم و نمیدونم مخوف و خوفناک، و که چی؟ که بهت گفتن رأی نده؟ گفتن آقا ما اجازه نمیدیم صندوق رأی وارد بند ما بشه. خب یه صندوق کارشکنی دیگه هم میخواسته بکنه که خودش هم میگه سر اون فضایی که تشکیل داده بودن علیه اعدام، سه‌شنبه های اعتراضی به اعدام، این رو هم میخواسته به هم بزنه که بهش اجازه ندادن، بله میگم که مقاومت کردن زندانه. ضد انگیزه است. یعنی حتی تو نامه خودشم اصلا یک کلمه راجع به سختی ها نمیگه، همه چی رو میخواد عوضی و وارونه جلوه بده. بله برای چی اعتراض میکنن؟ البته میگم من به نامه گلرخ ایرایی هیچ استنادی نکردم، چون خیلی نامه پر و سنگینیه. دقیقا بعضی از این همین نکات ضد انگیزه بودن نامه رفسنجانی رو بهش اشاره میکنه، چون فکر میکنم که خود گلرخ حرف رو تمام زده، یعنی چیزی نیستش که مثلا دادن بهش استناد بکنه. اما از اون جهت که توی زندان هست و یک برچسب میزده بودن که این نامه نامه گلرخ نیست و براش نوشتن و به اسمش نوشتن، خب که واقعا همچی چیز خیلی غلطه، چون نشونه ها و آدرس هایی که میده از اتفاقاتی که تو زندان افتاده و چیزایی که میگه، یعنی که خودش حاضر و ناظر بوده اونجا. کسی نمیتونه از خارج از زندان برای کسی که تو زندان نامی بنویسه، و شباهت هاش با نامه های آتنا دائمی و هستی امیری بسیار زیاده. اما نکته ای که نامه گلرخ خیلی مشهوده، بحث همون مبارزه است، که مبارزه که ادامه داره. و اجازه بدین من این یک جمله هستی امیری نوشته به نظرم خیلی زیبا بود، اینم بخونم. حتماً. توی نامش نوشته: مشاوره حقوقی با رفسنجانی آنان را به سمت درخواست با ملاقات با بازجو سوق میداد. باید دانست که بازجو چه میخواهد. ما حاصل ملاقات با بازجو این میشد که ما سیاسی نیستیم. یعنی ضد انگیزه ایشو اصلا تو زندان کار میکرده باش، یعنی وظیفش بوده که زندانیا رو بیانگیزه کنه. و در نهایت نوشته که ما مبارزه را از نقطه های متفاوتی شروع می کنیم، در نقطه های متفاوتی پایان می بخشیم. بسیاری در خیابان ها کشته می شوند، بعضی در اتاق های بازجویی و زیر شکنجه، و برخی با طناب های دار، تا نهایتا برخی از ما جشن پیروزی را زندگی کنند. مسیر سخت و دشوار خواهد بود، چرا که حکومت فاشیستی با سالها مبارزه جای خود را به حکومت دیکتاتوری خواهد داد. خب زندانی اینو میخواد، یک حکومت دیکتاتوری، یک جمهوری دموکراتیک میخواد که از این دیکتاتوری خلاص بشه. این خب خواست مردم ایران دیگه. ضد انگیزه بودن نامه رفسنجانی به عنوان یکی از کارگزاران خامنه ای، اصلا بحثم سر اصلاح طلبا، همه کارگزاران خامنه ای هستند، اینو کاملا نشون میده و باید مقابلش ایستاد. به نظر من نه به عنوانی که از کسانی که زندان هستند قدیس بسازیم که قابل انتقاد نیستن، یا اینکه کسانی هستند ماورای انسان، نه، اونا هم زمینی هن. مثل ماها، مثل ماها نیاز دارن، مثل ماها نیاز دارن که شبای جای راحت بخوابن. نیازهاشون خیلی، نیازهای فردیشون خیلی کمه، ولی نیازهای جمعیشون بسیار بسیار بسیار
ستودنی است و به خاطر همین باید مقابل نامه رفسنجانی ایستاد، چون بحث رفسنجانی فقط حتی تو این نامه هم بحث خودشه نه بحث جمع، اصلا راجع به جمع چیزی، یعنی اصلا برش مهم نیست، به خودش تولید شده. دقیقا. خانم دشتی خیلی ممنونم از وقتتون و توضیحاتی که برامون دادید. براتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. شب روزتون بخیر. خواهش میکنم خانم غفاری، خیلی ممنون، امیدوارم که سر شنوندگان رو درد نیاورده باشم و با آرزوی این که هر چه زودتر این حکومت ضد بشر واقعیت میگم، یعنی هیچ لغتی براش پیدا نمی کنم، سرنگون بشه با کمک مردم ایران و با فعالیت بیشتر ماها که با این همه درد و رنج زندانیا پایان بدیم، چون بحث سه‌شنبه های ضد اعدام و بحث فعالیت های ما خارج از کشور بر علیه اعدام هایی که رژیم میکنه یک به هر حال یادآوری میکنه به ما که ما هم برای رسیدن مردم ایران به آزادی یک مسئولیتی رو بر دوش خودمون داریم. خیلی ممنون از اینکه در خدمتتون بودم و با خواهش عرض موفقیت برای شما. به همچنین. زندانی هر دم دریا.